اسپانسر کلینیک پوست مو لیزر و لاغری ایرانیان بیا اینجا آی آی، آی، بیا اینجا ای؟ بیا اینجا مدنیه. بخون روز جمعه چه این آی آخه بخون اجابا آش موضوع این بنزین آقا همین اولش بگم این موضوع اصلا خنده نداره منم هیچ حوصله شوخ موخدن زاددان ندارم خیلی خوب یه زورش به من میرسه ما تا ساعت یازده و پنجاه و دقیقه دیشب فکر میکردیم که خیلی بدبختیم که پول نداریم گدا یوس گولیم و تیممان هم به عراق باخته و دیگر از این بدبختتر نمیشویم ولی در ساعت دوازده شب فهمیدیم که اینجا ایران است و بدبختی و می شود از این بدبختتر هم شد دیشب ما یورگان دوشک را پهن کرده بودیم و داشتیم می خوابیدیم که یک هو غلام از زیر پتو داد زد و گفت ای. بنزین گرون شد پدرم که خیلی خوابش میآمد گفت پسر اخمخ شب جمعه شب عیدی این وقت شب خود مسئولینم خوابند مگه میشه بی خبر بی موقع بنزین گرون کنند مادرم هم گفت وزیر خودش همین دو روز پیش گفته که به هیچ وجه بنزین گران نمی شود اصلا امکان ندارد پس بت مرگید ولی غلام چراغ را روشن کرد و گفت من دروغ نمیگم و بعدش یک آلمه خبر به ما نشان داد و ما که اولش فکر میکردیم شوخی میکنند بعدش فهمیدیم که نه جدی میکنند به هر حال خواب از سر ما پرید البته من پدرم را دلداری دادم و گفتم نیگران نباش ما که ماشین نداریم ولی پدرم زد پس گردن من و گفت هویج مگم فقط به ماشینه ما نداریم بقیه که دارن همین اموجبات کلباشت را نمیبینی؟ ها؟ کلباش آقا کلبسر یعنی خاک به با مسافر کشی خرج زن و بچه میدهد و الان هرچی در می آورد باید پول بنزین بدهد و من هم گفتم بابا دقت نکردی سهمیه ای ارزون تره. یه چم گرون شده خب آزاد نزنه سهمیه بزنه و مادرم زد توی سر خودش و گفت بچه من چرا باید اینقدر گیج باشد بچه شست لیت سهمی بنزین فقط یه باک میشه یه مسافر ببر قوز برگردی تموم شده آبچی غلنارم که تا آن لحظه ساکت بود پر دامنش را مرتب کرد و با جست فیلسوفانه ای گفت هنه اشتباه میکنید. بنزین در کشور ما از کشورهای پیشرفته خیلی ارزان و بهتر که گران شد اینجوری ما هم پیشرفت میکنیم و بعد از آن این اولین بار بود که پدرم دست روی پس گردن غلنار هم بلند کرد و گفت تو تواخ... مخمخ ننت خارج رفته یا بابات که اینقدر مطمئن حرف میزنی من باز نشسته تو اینجا ماه فقط یه میلیون حقوق دارم برو ببین درآمد مردم کشورای دیگه چه بد حرف بزن به هر حال ما تا نصف شب بیدار بودیم و موقع خواب فکر میکردیم که فردا که پا بشویم قرار از چه اتفاقاتی بیفتد ولی صبح با صدای خندی گلام بیدار شدیم پدرم گفت غلام رو آب بخندی چته و غلام گفت بیان ببینین چه جوکای با در بار بنزین ساختن و هار هار خندید به هر حال من فکر می کنم در این مملکت همه این اتفاقات همان اولش درد دارد و کمی بعد همه عادت می کنیم و منتظر حمله بعدی می مانیم و مسئولین هم راست می که ما مردم خیلی خوبی داریم دیگه از این بهترتر والا نتیجه نتیجه چی؟ نتیجه نداریم که نتیجه همه کارایی که کردن و کردیم شده این دیگه الان این وضعیت خودش نتیجه است تمام